درود به شما گرامیان، دارکولی هستم و باز هم در خدمت شما با فلسفه اخلاق و نقد خداباوری. گرامیان، گزاره‌ای که امروز در نظر گرفتیم بهش بپردازیم یکی از کنش‌های رفتاری انسان هست، فروتنی. فروتنی چیست؟ آیا فروتنی یک فعل خیر است یا شر؟ به این می‌پردازیم. گرامیان، فروتنی به معنی افتادگی، خاکساری، سرفکندگی، خاری و هر رفتاری و کنشی که انسان در مقابل کسی دیگر از خودش نشان می‌دهد و در این رفتار خودش را کوچکتر از طرف مقابل یا اینکه طرف مقابل را بسیار بزرگتر از خود نشان می‌دهد، به این فروتنی می‌گوییم. معنی واژگانی خودش رو هم دارد. فروتنی یعنی در خود فرو رفتن. شما تصورش را بکنید، یک لاک‌پشت وقتی که می‌ترسد یا کسی که خجالت می‌کشد سرش را در خودش فرو می‌برد. لاک‌پشت که می‌ترسد سرش را در لاک خود فرو می‌برد. کسی که خجالت می‌کشد شرمنده است یا فعل نادرستی انجام داده است، در جایی حرکت نازیبایی می کند و شرمندگی به او دست می دهد سرش را پایین می اندازد، که سر به زیری هم باز یکی از معنی های فروتنی هست گرامیان. و خاکساری هم همینطور به معنای اینکه خاک بودن، پایین بودن، پست نشان دادن خود در مقابل کسی دیگر. سرفکندگی هم معنی دیگر فروتنی است، یعنی سر را پایین گرفتن. هرچه گفت طرف مقابل شما سر بلند نکنی. سر بلند کردن در فرهنگ فارسی ما به معنای سخن گفتن است. سخن گفتن یعنی اعتراض کردن، سخن گفتن، ابراز وجود. اما سرافکندگی نقطه مقابل آن است، یعنی سر را پایین گرفتن، هر آنچه که میشنوی را تحمل کردن و سر پایین گرفتن و صدا بلند نکردن، ابراز وجود نکردن. خاری هم یکی از معنی های فروتنی هست که باز هم مشخص هست، معنی واژگانیش مشخص هست. خار شمردن، کوچک شمردن، حقیر شمردن خود در مقابل کسی. خب گرامیان، شما نگاه کنید ببینید این کلماتی که من به کار بردم، یعنی اینجا بیان کردم، در معنی فروتنی چقدر نازیبا هستند، چقدر دور از کرامت انسانی هستند، چقدر دور از شرافت انسانی هستند، چقدر به دور از وجود هستند، چقدر به دور از آزادی هستند، چقدر به دور از به واقع شجاعت هستند، چقدر به دور از اعتماد به نفس و ابراز وجود و احترام هستند، چه به خود چه به دیگران. گرامیان، ما باید آسیب شناسی ها بکنیم در فرهنگمون از واژگان و ارزش هایی که در واقع تعریف ارزش هایی که برای ما آوردند و آنها رو نقد و بررسی کنیم تا ببینیم که چقدر پس افتاده و در عمق نادانی قرار گرفته ایم و خودمان از آن خبر نداریم. گرامیان، موضوع نقد من اینجا همین کلمات هست، اینکه چرا ما باید افتاده باشیم. افتادگی هم که عرض کردم یکی از معنی های فروتنی هست و در فرهنگ ما این رو ارزش قلمداد می کنن، یک ارزش بسیار معتبر قلمداد می کنن و خیلی بهش اهمیت میدن. افتادگی یعنی افتادن، خیلی مشخصه. یعنی نگاه کنید ببینید چقدر ما با دنیای فهم، با دنیای گزاره‌های در واقع غیر شرقی، با دنیا، با فرهنگ، با فلسفه دنیا چقدر تفاوت داریم ما. یعنی به این اندازه که افتادن را خوب بدانیم،
افتادن را یک فعل و کنش نیک بدانیم. چرا؟ ریشه در کجای تاریخ دارد؟ ریشه در کجای فرهنگ دارد؟ و ریشه در کجای مذهب دارد؟ گرامیان، که ما مردم شرق، مخصوصا مردمی که در ایران هستیم، با تمدن 7-8 هزار ساله اکنون در فرهنگی قوطه میخوریم که افتادگی را نیک بداند، خاکساری یعنی خاک بودن و پست بودن را نیک بداند، سرفکندگی، سرپایین گرفتن و زیر ستم و ظلم رفتن را نیک بداند، خاری و در واقع ذلت را نیک بداند. چرا؟ گرامیان، ریشه شناسی این واژگان که در فلسفه اخلاق بسیار مهم هست، که ما چه چیزی را نیک چه چیزی را بد بدانیم، اصل و پایه مطالعات فلسفه اخلاق همین است که شر و خیر را ما مشخص کنیم، بهش برسیم، به تعریفی از ارزش ها برسیم که چه چیزی ارزش است و چه چیزی ضد ارزش. به اینها باید رسید. در فلسفه اخلاق به آن پرداخته می شود. اینجا نگاه کنید، ما یک واژگانی در فرهنگمان هست که عرض کردم، نام بردم، که این واژگان در رفتار اجتماعی و ارتباط اجتماعی ما بسیار بسیار نقش های کلیدی دارند و روی در واقع تربیت اجتماعی ما چه تأثیراتی گذاشتند و چطور تعریف کردند خوبی و بدی یک رفتار رو، رفتار انسانی رو. اینها، این واژگان از دسته بسیار بزرگی از واژگان هستند که من آنها را گزیده و گزینش کردم از فرهنگمون و بهش میپردازم، روی اونها مطالعه میکنم. این که ما به وسیله بعضی از واژگان غرق در نادانی شده ایم و هرچه دانشمان یا پردازشمان به این واژگان بسیار و بیشتر باشد، قرختر می شویم. اگر در نقطه‌ای به این مسائل بسیار و بیشتر پرداخته شود، آن منطقه از نظر اخلاقی و از نظر آزادگی پایین تر است. ببینید، کار به جایی رسیده است در فرهنگ ما که اگر کسی خودش را معرفی می کند، شرمسار است. دوست گرامی دیدم که شرم می کرد و خجالت می کشید خودش را معرفی کند. از او می پرسیدن تحصیلاتت چقدر است و چه خوانده ای و چطور کرده ای و چه کاری انجام داده ای؟ از این که بیوگرافی و رزومه کاری خود را معرفی کند شرمسار بود. فاجعه است گرامیان، فاجعه است در فرهنگ ما، این فاجعه است. و اگر کسی در مقابل کسی دیگر که حتی او را نمی شناسد افتادگی می کند، فروتنی می کند و خود را خار و ذلیل و کوچک و خاکسار می شمارد و نشان می دهد، او بسیار با ادب است. اینطور می گوید، او را با ادب می دانند. اما اگر کسی با سر بالا گرفته اما محترم و احترام آمیز خودش را معرفی می کند، از کارش میگوید، از تخصصش میگوید، از دانشش میگوید، میگویند او بی ادب است، پر رو است، گستاخ است، یا انگ های دیگری از جمله شهرت طلبی به او میچسبانند. جویای نام است، جوان است و جویای نام. اینها اصطلاحات و عبارات نادرستی بودند که در فرهنگ ما نفوذ کردند
برای خار شمردن مردم و با هدف این که سر بلند نکنند. گرامیان، اینها کلماتی هستند که زائیده مذهب و بعد در پی مذهب زائیده حکومت‌های مذهبی بودند و از خدا باوری نشأت می‌گیرند. این کلمات، این عبارات، این ضد ارزش‌ها به نظر من، اینها ارزش نیستند. گرامیان، فروتنی ارزش نیست، فروتنی ضد ارزش است. افتادگی ارزش نیست، افتادگی ضد ارزش است. خاکساری، سرفکندگی، خاری ارزش نیست. گرامیان، اینها ضد ارزش هستند. اینها خار کننده انسان هستند، کوچک کننده انسان هستند و خارج کننده ما از انسانیت هستند. اینها ضد ارزش هستند. اینها فضیلت نیستند، اینها رذیلت هستند. چرا که اگر من سرفکنده باشم کورم و چیزی نمیبینم. اگر من در خود فرو بروم و فروتن باشم چیزی نمیآموزم. اگر من سخن نگویم سخنی هم نمیشنوم. اگر من به جمعی وارد نشوم و سخنی نگویم که سخنی هم نمیشنوم و چیزی نمیآموزم. اگر من سرم پایین باشد از دنیا بیخبر میشم. کب کم سرش را در برف فرو میکند. گرامیان، که در فرهنگ من هست، دیده ایم، میگویند اگر من خود را پست بدانم چطور میتوانم به دیگران احترام بگذارم. اگر من خود را خار بدانم، خاکسار باشم، خود را خاک بدانم، این ذره ذره در وجود من عقده میگردد و نمیتوانم به دیگران هم احترام بگذارم و از دیگران هم همین انتظار را دارم که خود را خار بشمارند در مقابل من. اگر خودم افتادگی کنم در مقابل کسی که نمیشناسم، که کاملا نادرست و بیشعوری است با تعریف شعور که من سراغ دارم، انسانی که به کسی که نمیشناسد، در مقابل کسی که نمیشناسد خودش را کوچک کند، بیشعوری است. گرامیان، اما عرض میکنم احترام لازم است. ما باید با احترام با همدیگر رفتار کنیم، به همدیگر احترام بگذاریم. همین احترام، کسی که از خودمان بزرگتر است به او احترام بگذاریم، تا اندازه ای که شعورمان زیر سوال نرود، تا اندازه ای که دانشمان سرکوب نشود. اگر کسی باشد که بزرگتر از سن و سال ما باشد و دانشی نداشته باشد، که نمی شود در مقابل او خود را فرو در خود کرد، خود را افتاده کرد، انداخت به پای او یا زمین، خود را خاکسار در مقابل او کرد. او نمی داند و او هم این انتظار را نمی تواند داشته باشد که کسی معلم است، دانشمند است، دانایی است، متخصصی است، در مقابل او بگوید چیزی نمی دانم. اما در فرهنگ ما کار به اینجا کشیده که ذلیل دوستند، ذلیل پرور شده این فرهنگ. این فرهنگ رذل پرور، پست پرور، ذلیل پرور شده. گرامیان، فروتنی کاری ناپسند است، افتادگی کاری ناپسند است. گرامیان، از نگاه فلسفی اخلاق میگویم خاکساری ناپسند و غیر انسانی است. انسان نباید خاکسار باشد، انسان باید سر بلند کند، حرف بزند، بشنود، بگوید، بحث کند، بیاموزد، نباید خود را خار کند. تو اگر خار شدی که چیزی نمیاموزی، چیزی کسب نمی کنی، رشد نمی کنی. چنین تعریف کردن که پستی ها ارزش هستند، بی ارزشی ها را، ضد ارزش ها را برای ما گرامیان ارزش معرفی کردند. تعریف های نادرستی در فلسفه به ما دادند، در فرهنگ به ما دادند، وارد فرهنگ ما کردند، که این تعریف ها ریشه ما را تبر زده است، تیشه زده است. ریشه دانش، ریشه پژوهش، ریشه فهم، ریشه بیان، ریشه آزادی. بنابراین عرض می کنم
افتادگی، خاکساری، فروتنی، سرفکندگی، سربزیری، اینها رفتارهای غیر انسانی و نادرست و ناشایستی هستند که شوربختانه در فرهنگ ما آنها را بالعکس، برعکس، وارون معرفی کردند، به ما ارزش معرفی کردند. از کجا نشأت میگیرد؟ از خدا باوری است. وقتی که انسان بنده شد، بنده مفهومی که نمی بیند، بنده یک تعریفی که شنیده است، مدرکی برای وجودش ندارد و ندیده است، وقتی خود را بنده کرد، دیگر بنده انسان ها هم می شود. گام اول بندگی بود، یعنی گام نادرست یا خشت کجی که بر این دیوار یا بنیاد گذاشته شد خدا باوری بود، که شما بدون آن که چیزی را بشناسید یا مفهومی را بشناسید بنده او بشوید. بنده او شدیم، نمیدانیم چیست، کجاست، هست، نیست، بنده او شدیم. کار به جایی کشید که دروغگویانی آمدن از زبان آن مفهوم، مفهومم نمی شود گفت، اون دارو آن دروغ، دروغگویانی آمدن خود را پیامبر آن دروغ معرفی کردن و هرچه که خواستن به ما گفتن و ما هم باید سر به تو می کردیم و فروتن می بودیم و افتاده می بودیم، چون بنده خدا بودیم دیگر. خودمان را بنده معرفی کردیم، خودمان را بنده کردیم، در بند کردیم، بنده کردیم، و هر سخنی از سوی او، یعنی به نسبت به او آوردن، نسبت دادن به او و آوردن به ما گفتن، بنده شدیم دیگر. نخوانده و نشنیده و ندانسته و نفهمیده پذیرفتیم و در مقابل آن فروتن شدیم، سر به تو بردیم، افتاده شدیم، خود را انداختیم، خاکسار شدیم، خاک پست شدیم، سرفکنده شدیم، سرفکندیم و خار شدیم، خودمان را ذلیل کردیم، پذیرفتیم، پذیرفتیم. این خشت اول تربیت اجتماعی ما بود خدا باوری، و در پی آن ادیان آمدند. ادیان آمدند، کار را بدتر کردن. گرامیان، دیدید که، میدانید که اصولی برای ما پیاده کردن، قوانینی برای ما وضع کردن، این کار را بکن، آن کار را نکن، اینجا برو، آنجا نرو، این را نخور، آن را بخور، و ما در مقابل همین چیزهایی که نمیدانیم چرا سر به تو کردیم، فروتن شدیم، افتادیم، خود را انداختیم، افتادگی کردیم، خاکسار شدیم، خود را خاک کردیم، پس شمردیم، پذیرفتیم، سرفکنده شدیم، خار شدیم، سر به زیر شدیم، و به ما گفتن آفرین، آفرین، سر به زیر باش، آفرین، هرچه گفتیم سر به زیر باش، آفرین، خاک بشمار خود را، آفرین، در مقابل ما خود را خاک و پست بدان، آفرین، خود را بینداز به پای ما، آفرین. افتادگی از اینجاست گرامیان، واژه افتادگی از خود را انداختن است، خود را به پای ما بینداز، آفرین. وقتی من سخن میگویم سر به تو کن، فروتنی با کن، فروتن باش، آفرین، آفرین، فروتنی کن، همینطور ادامه بده، خود را ذلیل بدان در مقابل من، آفرین. روش خوبی بود برای حکومت، برای ظلم، برای استبداد، برای جنایت، برای دیکتاتوری حکومت کردن بر مردمی که نمی دانند، ناآگاهند. مذهب این کار را با ما کرد و در پی آن روش نیک و آزمون شده و امتحان شده ای بود گرامیان، برای جنایت که شاهان و
در واقع ستمگران هم در پیش گرفتن این روش را. هر که شاهی شد تبلیغ می کرد که دستش را ببوسند، پایش را ببوسند، افتادگی کنند در مقابلش، خاکساری کنند در مقابلش، سرفکندگی کنند در مقابلش، خاری کنند در مقابلش، و همینطور ادامه پیدا کرد، وارد فرهنگ اجتماعی و روابط اجتماعی ما شد که هر کسی به شما میرسد دوست دارد در مقابل او خود را خار کنید، فروتن کنید، افتاده کنید، خاکسار کنید، سرفکنده باشید، سر پایین بیاورید وقتی با کسی صحبت میکنید. و اینطور از همدیگر انتظار داشتیم و داریم. این انتظار ساخته شد در تربیت ما گرامیان. آن کسی که به شاهی احترام میگذاشت، خاک پای شاه بود، زیر پای شاه را جارو میکرد و میبوسید، آن شخص وقتی وارد شهر میشد در بازار انتظار داشت مردم هم پای او را ببوسند و دکاندارها پای او را ببوسند، کاسبهای بازار پای او را ببوسند و در مقابل او فروتنی کنند، در خود فرو روند، هرچه گفت قبول کنند، بپذیرند، افتادگی کنند، خاکساری کنند، سرفکندگی کنند در مقابل او، چون خادم شاست. و وقتی من هم از خانه خارج می شوم، به آن مغازه می روم، به آن دکان می روم، آن دکان هم انتظار دارد که من در مقابل او سر به تو کنم، به هر قیمتی جنس به من داد حرفی نزنم، افتادگی کنم، سر به تو کنم، خاکساری کنم، چرا که او دکان دارد و من بی دکانم، من مشتری هستم، اگر سواره است من پیاده، در مقابل او فروتنی کنم، سر به زیر باشم، اگر بزرگتر است 2 سال، 4 سال، 20 سال، 10 سال از من بزرگتر است، خود را از بالا ببیند، سر به تو کنم، سر به اینها تربیت نادرست و ناپسند و غیر انسانی بود گرامیان، که اخلاقی نیست، وارد فرهنگ ما شد و ریشش در خداباوری و در پی آن ادیان است که عرض کردم. بیشتر می آییم گرامیان، نقطه عطفی دارد این فاجعه فرهنگی در ایران، مخصوصا ایران عرض می کنم، نقطه عطفی دارد. این نقطه عطف کجاست؟ از آنجا فاجعه بارتر شد، ذلیلی ارزش شمرده شد، نقطه عطفی دارد در تاریخ گرامیان، برمی گردد به رفتار و منش صوفیگری. صوفیان انسانهای بیخردی بودند گرامیان، صوفیان انسانهایی بودند که در تعریف صوفیگری شما میبینید، در فرهنگ و تربیت صوفی و صوفیانه میبینید که اینها با خرد بیگانه، تعقل و عقل را در رسیدن به حقیقت بی ارزش میدانند، و اگر هم بی ارزش ندانند از او بهره نمیبرند، کنار گذاشتند. صوفیان چنین بودند. در صوفیگری و صوفیان رفتاری که داشتن، فرهنگشان، نوع تربیت و زیستشان، تربیتشان، منششان این است که شناخت آفریدگار جهان گرامیان، شناخت آفریدگار جهان، شناخت حقیقت و کشف حقیقت ها از راه سیر و سلوک های باطنی، مشتی خزبلات غیر عقلی، و نه از راه استدلال عقلی. در واقع این بود، صوفیان تنها راه کشف حقیقت را سیر سلوک باطنی، در درون خودت فرو برو و گوشه بگیر و منزوی شو، نفی خود، خودت را هیچی بشمار، خودت را خار کن در مقابل خدا و نیست کن، تا به درک اون خدا و اون حقیقت برسی.
گرامیان، صوفیان این خودخوار شماری را در فرهنگ ما نهادینه کردند و آنها هم خدا باوران بیخردی بودند. در بین آنها شاعر هم هست، میدانید که بیخرد بودند، ولی بیخردان مهربانی بودند، بیخردان گوش افتاده و کم آزاری بودند، آزاری به کسی نمی رساندند. چرا؟ به این سبب که آزارشان به خودشان می رسید. کسی که آزارش به خودش برسد مجال نمی یابد به دیگران آزار برساند، مستقیم البته، صد البته که آزار مستقیم عرض می کنم، اما آزار غیر مستقیمشان به ما رسید که می بینید. امروز به این می پردازم که نقطه عطف تربیت غیر انسانی که در فرهنگ ما وارد شد و خودخوار شماری بود، فروتنی بود، افتادگی بود، که اینها را ارزش معرفی کردند در فرهنگ ما، صوفیان بودند که به خاطر نفی خود، سرکوب خود، عقیده داشتند بر این که انسان هرچه خود را بشکند از آن در گران بیرون می جهد. انسان هرچه خود را بشکند به حقیقت بیشتر و به خدا بیشتر نزدیک می شود. اینطور همینطور ادامه دادن اینها. در بینشان شاعرانی هم بودند گرایش پیدا کردند که از اشعارشان می شود استفاده هایی کرد در بخش هایی که از این بیخردی دور شدند، بخش هایی که به انسانیت پرداختند، بخش هایی که به عقل و خرد پرداختند، بخش هایی که منطق به آنها می شود منطق دارند، بخش هایی که نزدیک است به منطق، نزدیک است به اندیشیدن، نزدیک است به خرد. آن بخش هایشان ارزنده است و بسیار بسیار گران سنگ در فرهنگ و ادبیات ما. اما در بخش های دیگر که میبینید صوفیان شعر سرودند، تیشه ای به فرهنگ و تربیت ما زدند، تیشه ای به آینده این مردم زدند، فرهنگ این مردم زدند، که رواج باشد هر که خود را خار بداند و معرفی کند انسان خوبی است. همه شما میدانید گرامیان، همگان میدانند که هر کسی به کسی بگوید نوکرتم انسان بهتری است، محبوبتر است. هر کی نوکرتم و چاکرتم و قربانت شوم و غلامتم و سروری خان، کسی دیگر را خان صدا می کند، بیچاره رعیت هم نیست، خان صدا می کند. دوست دارند وارد فرهنگ ما شده، کار به جایی کشیده و رسیده که اگر سخنی داری و می خواهی بگویی باید شرم کنی. اگر به نتیجه ای رسیده ای، پژوهشی کرده ای و این پژوهش هزینه زمانی مالی برای تو داشته و بسیار کوشیده ای که به آن رسیده ای، میخوایی بیان کنی باید شرم کنی. اولین نگاهشان به این است که شما وقتی آمده ای خود را و کارت را معرفی کنی دنبال یک منافعی هستی و این ضد ارزش است. گرامیان،
چاپلوسی را وارد فرهنگ ما کردند با این کلمات. صوفیان بودند، پیش از صوفیان خداباوری، عرض کردم. چرا صوفیان هم چنین بودند؟ به این سبب که اینان نیز بندگان خدا بودند، بنده بودند، بنده برده بودند، خود را می شکستند، خود را خار می کردند، خود را پست و حقیر می شمردند که به حقیقتی برسند، به خدایی برسند، درکش کنند. و این در فرهنگ ما پارسیان، ایرانیان عرض می کنند، نهادینه کرد فروتنی و خار شمردن خود را. کوچک بودن ارزش شد. اگر به فرزندت بیاموزی که فرزندم فروتنی کن، حرف نزن، معلمت اگر چیزی میگوید یا اگر بزرگتر از شما حرفی میزند، شما فقط گوش کن یا حرف نزن. فرزند میتواند بگوید که خب پس چه نیاز است که چیزی بیاموزم وقتی فقط باید بشنوم و چیزی نگویم و سر به زیر بگیرم و فروتنی کنم؟ و تا کی باید در خود فرو رفت و در مقابل این و آن و کس و ناکس فروتنی کرد و سر به تو کرد و افتادگی کرد و خاک شمرد خود را، سرفکندگی کرد تا او خوشحال شود؟ خوشحال شود، خود را برتر بداند و شما خود را پست بدانید. تا کی در فرهنگ ما چنین رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی باید رواج باشد؟ گرامیان، عرض کردم نشأت گرفته از خدا باوری است و دینداری که میبینید بدون این که فلان پیامبر نام عرض میکنم، من چون باوری ندارم به اینکه کسی پیامبر کسی باشد، پیامبر نام عرض میکنم، بدون این که او را دیده باشند، شنیده باشند، بشناسند، قربانش می روند. پیامبر نام، امام نام، خدا نام، چه می دانم رهبر نام، برتر نام، بزرگ نام، اینها بدون اینکه بدانند کیست، بدون اینکه چیزی از او دیده باشند، خود را قربان او می کنند. در حالی که اگر نقد را تیزتر کنیم، چرا خود آن امام نامان، چرا خود آن پیامبر نامان فروتن نبودند؟ چرا؟ عیسی مسیح در گستاخی تمام می گفت من خدای شما هستم. به او می گفتند تو خدای مایی؟ و می گفت بله. چرا فروتنی نکرد؟ چرا افتادگی نکرد؟ همه انسان ها را گوسفند خطاب کرد. خود عیسی میگوید من شبان شما هستم، من چوپان شما، شما گوسفندان من هستید و من چوپان شما هستم. چرا فروتنی نکرد؟ اگر ارزش است فروتنی، اگر افتادگی ارزش است، اگر خاکساری ارزش است، چرا همین پیامبر نامان و خدا نامان و امام نامان فروتن نبودند؟ چرا محمد فروتن نبود؟ هرچه که امتیاز بود برای خود تعیین کرد، دیگران را پایین تر قلم داد کرد. چرا؟ چرا امام نامانی که از نوادگان او هستن همگان پشت سر هم قطاری فرزند هم دیگر رو از یک نسل هستن؟ این نژاد پرستی نیست؟ چرا؟
چرا صادقشان نیامد بگوید ما هم انسانیم و اشتباه کرده ایم؟ همگان اشتباه می کنند، ما هم اشتباه کرده ایم، می کنیم. همه چیز را همگان دانند، چرا صادقشان این را نگفت؟ چرا یکیشان این را نگفت؟ چرا علیشان نگفت؟ چرا حسنشان نگفت؟ چرا حسینشان نگفت؟ نمی دانمشان دیگر دیگر دیگر. و وقتی تمام می شوند باز هم می گویند یکی داریم که روزی بر می گردد تا شما همچنان غلام او بمانید و این نسل و این نژاد بمانید، غلام این نژاد و این ژن بمانید تا روزی که دنیا دنیاست. به دروغ کسی را معرفی می کنند. وقتی تمام می شوند یکی یکی پشت سر هم هستند، حکومت و امامت و همه چی را می گیرند و یکیشان فروتنی نمی کند واگذار کند این قدرت را به دیگری، به یک انسان دیگر. چرا؟ و وقتی هم تمام می شوند میان می گویند که نه، یک مهدی داریم که ظهور می کند، هنوز نیامده است، می آید. برای اینکه تا دنیا دنیاست شما و ما و همه انسانهایی که در اون خطه زندگی می کنند خود را غلام و سرسپرده و فروتن و افتاده و خاکسار و سرفکنده همین ژن بدانیم. این نژاد، این نژاد پرستی نیست گرامیان؟ چرا آنها فروتن نبودند؟ چرا آنها سرفکندگی نکردند؟ اگر نیک است و اینها به ما معرفی میکنند، در تمام اصول دینشان هست، در تمام احکام مذهبشان هست که فروتن باشید، افتاده باشید، در مقابل خدا خاکساری کنید، سرفکندگی کنید، زاری کنید، ذلت به خود بدهید و ذلیل بدانید خود را در مقابل خدا و اولیای خدا. چرا خودشان یکیشان از این فعل با ارزشی که میگویند با ارزش است چرا عمل نکردان؟ چرا؟ چرا در تربیتشان ندیدیم؟ چرا در تاریخشان ندیدیم یکیشان فروتن باشد؟ همین خدا نامان و امام نامان و پیامبر نامان، چرا؟ اولاقشان هم را محترم می دانند، می گویند این اولاق فلان پیغمبر نام است، پیغمبر است، اولاقشان هم ارزش دارد و انسان ها ارزش ندارند. انسان ها باید فروتن در مقابل اولاغشان هم باشند. چرا؟ گرامیان، هر کسی را دیدید که توصیه می کند افتادگی خوب است، ارزش است، خیر است، نیک است، فروتنی، افتادگی، خاکساری را در تربیت مهم و نیک می داند، آن شخص مذهبی است. خود نمی داند. اگر نمی داند، این یک فرهنگ مذهبی است که انسان خود را کوچک بداند، کوچک معرفی کند، خار بشمارد. و اینها از مذهب و خداباوری وارد تربیت ما شدند، این اصطلاحات و کلمات. و نقطه عطف گسترش این رذیلت ها در فرهنگ ما صوفیان و زمان صوفیگری مردم بود. چرا که صوفیان در تربیت و اخلاق سخن می گفتند، شاعر داشتند، معلم داشتند، خود را زاهد و حکیم معرفی می کردند و مستقیم وارد تربیت ما شد این سخنان، بسیار بسیار مستقیم از سوی آن صوفیان وارد این فرهنگ شد. برای نمونه یک رذیلت نامه ای برایتان معرفی کنم، تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری. به نظر من رذیلت نامه است و تذکرة المجانین باید به آن گفت. شاعر مملکت
ببینید چه ادبیاتی دارد. چند سطر برایتان از آن آماده کردم که میخوانم گرامیان. از آغاز تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری، که بدانید وقتی میگویم نقطه عطف گسترش این رذیلت ها یعنی خودخوار شماری که تحت عنوان فروتنی، افتادگی، خاکساری، سرفکندگی و سربزیری معرفی می شوند، نقطه عطفشان در صوفیگری و شاعران آن زمان بود. در آغاز تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری می بینید، می خواهم ادبیاتش را ببینید، خودتان می خوانید، خوانده اید و می دانید. می خواهم ببینید که چقدر رزل نوشته شده، ادبیات پستی دارد، چقدر ادبیات خودخوار شماره، خود ذلیل شماره، خفیفی دارد این شخص در این کتاب. خب سخنان زیبای دیگری دارد. ما این کتاب را، موضوع این برنامه، اشاره این برنامه که می شود بهش اشاره کرد، نمونه ای آورد که از زمان صوفیگری وارد ادبیات و تربیت ما شد، خودخوار شماری و خودکوچک شماری و دیگر بزرگ بینی و بندگی. اینها با ادبیاتشان بندگی به ما آموختند، بندگی را وارد تربیت ما کردند، غلامی را وارد تربیت ما کردند. ببینید چطور نوشته. ذکر محمد ابن امام صادق علیه السلام، آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیا، آن جگرگوشه انبیا، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق، جعفر الصادق رضی الله، رضی الله عنه، گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت کنیم، کتابی جداگانه باید ساخت. این کتاب شرح اولیاست که پس از ایشان بودن، اما به سبب تبریک به صادق ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است و چون از اهل بیت بود و سخن طریقت او بیشتر گفته است، سخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت از وی بیشتر آمده است، کلمه چند از او بیاوریم که ایشان همه یکی اند. چون ذکر او کرده شود از آن همه بود. نبینی که قومی که مذهب او دارند، مذهب 12 امامی دارند، یعنی یکی 12 است و 12 یکی. اگر تنها صفت او گویم به زبان و عبارت من راست نیاید، که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف به کمال بوده و قدوه جمله مشایخ بود و اعتماد همه بر وی بود و مقتدای مطلق بود. میبینید گرامیان، بندگی خودخوار شماری مطلق است این متن، بی اخلاقی مطلق است این متن، بی تربیتی اجتماعی است، خفت و ذلیل کردن ادبیات است این متن، بی ارزش کردن ادبیات است این من، چاپلوسی است، چاپلوسی، گسترش چاپلوسی است.
همین گسترش بندگی است. آموختن بندگی و چاپلوسی و حقیری و نوکری است. میبینی که طوری توصیف میکند گویی با او بارها شوربا و چای خورده است. گرامیان، آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، ناقد علی وارث نبی، عالم، و ما نمیدانیم کدام کتاب از این صادق به جا مانده است که عالم دهر بوده. استاد سخن و اهل بیت و طریقت، نمیدانیم کجای این شخص علم بوده، کجا عالم بوده، چه کتابی، چه دانشی، چه تربیتی از او به جا مانده. این تربیت است که به جا مانده، چاپلوسی و ذلت و خوار شمردن خود به جا مانده. گرامیان، این به جا مانده و همه یکی اند. اینجا دیگر فاجعه می شود. بپردازیم به صادق، گویی پرداخته ایم به 12 امام دیگر، چون همه یکی اند. یکی 12 بود و 12 یکی. این خود نشان دادن بیشعوری انسان است. چطور می شود 12 نفر یکی باشند؟ چطور می شود تربیت، شعور، فهمشان مثل هم باشند؟ چطور می شود؟ این خود توهین به شعور انسان هاست. در آغاز خود بیشعوری است این گونه نوشتن. و اگر انتظار باشد که خواننده بخواند و بقبولد و بقبولاند به خواننده و مورد پذیرش قرار بگیرد، توهین به شعور خواننده است. چطور ممکن است 12 نفر مثل هم دانششان در یک سطح باشد، شعورشان در یک سطح باشد، همه مثل هم پاک باشند، جز اینکه توضیح آوردن که معصوم بودند، بیگناه، پاک بودند؟ چطور ممکن است؟ یعنی شما یکی را شناختید، بقیه هم بدون اینکه اسمشان را بدانید و بشناسید و هر چیزی قبول کنید. همین توهین به شعور انسان، توهین به تربیت انسان، توهین به اخلاق. در صفحه دیگر که در ادامه، خب این کتاب آغازش با صادق شروع می شود و به کسان دیگر هم می پردازد، دو شخص دیگر را هم می گویم که گرامیان فکر نکنند فقط این چاپلوسی ها را برای صادق کرده. نه خیر، ذکر ابو حازم مکی رحمت الله علی، آن مخلص متقی، آن مقتدای مهتدی، آن شعم سابقان، آن صبح صادقان، آن فقیر قنی، ابو حازم مکی. نگاه کنید گرامیان، ذکر فیضل ایاز رحمت الله علی، آن مقدم تایبان، آن معظم نایبان، آن آفتاب کرم و احسان، آن دریای ورع و عرفان، و و و و. گرامیان، این است ادبیات صوفیانه، این است تربیت صوفیانه، این است چنین تیشه زدن به ریشه فرهنگ ما، به تربیت اجتماعی ما، به اخلاق اجتماعی ما، به فلسفه اخلاق ما، به روابط انسانی ما، به استعدادها و شکوفایی های انسان ها چنین ضربه زدن، بند پروری کردن، نوکر پروری کردن. ادبیات چنان شد که هر که شاعر شد نوکر یک شاهی شد. ادبیات را چنان کردن که در مدح و ثنای شاهان و امامان و امام نامان و عرض کنم انسانهای شیاد و پست و جنایتکار شعر می سرودن. ادبیات را ابزار معرفی مذهب و خداباوری و عقاید خرافی کردند. چنین که عرض می کنم چنین بود.
نقطه عطف گسترش خودخوار شماری، فروتنی، افتادگی، خاکساری، سرفکندگی، خاری، ذلت زمان صوفیان بود، ادبیات صوفیانه بود. و چنین کردن که امروز در سال 2021 اگر با کسی مواجه می شوی که او را هم نمی شناسی، او هم تو را نمی شناسد، روبرو می شوی، سرت را پایین بگیری، خود را کوچک بدانی، نوکرتم چاکرتم و شما بزرگوار بزرگ بزرگ بگویی، او را بزرگ بدانی، آن وقت است که شما را با ادب می دانند. من چیزی نمی دانم هی بگویی خود را نفی کنی، که در فرهنگ صوفی بود نفی خود، خود را نفی کنی، من چیزی نمی دانم، شما هرچه درست است را شما می گویید، من کسی نیستم در مقابل شما سخن بگویم، شما بزرگترید و داناترید و بیشتر از من می دانید. ببینید چنین وارد ادبیات و زبان ما کردن. خیلی عادی راحت به کسی که تا کنون ندیده ایم میگوییم شما بیشتر از من میدانید، شما بیشتر میدانید، اینطور است، اینطور است، اینطور است. ما را کوچک کردن، کوچک بودن، خار بودن را ارزش معرفی کردن، تربیت ما را لگد مال کردن، پای مال کردن، از انسانیت ما دورمان کردن، از آزادی ما دورمان کردن، از تربیت اخلاقی ما دورمان کردن، اخلاق انسانی را از ما دور کردن، ما را از اخلاق انسانی ما دور کردن. گرامیان، در جامعه به ظاهر روشن فکری که خود را روشن فکر هم می دانن هم همین اشتباهات هست. با آنها که صحبت میکنی اگر خودت را خار بدانی، کوچک بدانی، به تو سلام میگویند، جواب سلامت را میدهند. همین شاعران، همین روشنفکران، روشنفکر نماهای امروز ما که با آنها صحبت میکنی اگر خودت را کوچک 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 بدانی و او را بزرگ 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 بکنی، با تو صحبت میکند. امتحان کنید به هر شخصی که خود میشناسید تماس بگیرید، صحبت کنید، اگر کمی از خود بگویید دیگر با شما صحبت نمی کند. نمیگویم همگان اینطورن، نه خیر، اما شوربختانه قریب به 90% جامعه ما اینطور است که این بی اخلاقی ها را اخلاق می داند. حتی جامعه روشنفکری که خود را روشنفکر می دانند البته. بنابراین اینطور ضربه به فرهنگ ما زده شد، ضربه به دانایی ما زده شد، کار به جایی رسیده که از بین روشنفکرها هم نمی شود راحت کسانی را پیدا کرد که این سخنان ما را درک کنند. با آنها صحبت میکنی، بارها من خودم صحبت کردم، هر کسی که برای خود نامی دست و پا کرده به هر وسیله‌ای، به هر شکلی، وقتی که به او میرسی اگر خودت را خار و کوچک و کوچک و کوچک و حقیر کردی، رو به تو لبخند میزند و با تو صحبت میکند. اما اگر رفتی و خودت را معرفی کردی و محترمانه، البته که عرض کردم احترام، چیزی از کسی کم نکنید اما از خودتان هم کم نکنید، خواهش میکنم، این است پیشنهاد من که پیش میکشم، این است. به جای فروتنی، به جای افتادگی، به جای خاکساری، به جای خودخوار شماری، به دیگران احترام بگذارید، چیزی از آنها کم نکنید اما به آنها هم نیفزایید، و چیزی از خودتان هم کم نکنید و به خودتان هم نیفزایید. آنچه که هستید بگویید، حقیقت خودتان را هم بگویید. گرامیان، چیزی از خودتان کم نکنید، چیزی از مقابل، نقطه مقابلتان، شخص مقابلتان کم نکنید و چیزی به او نیفزایید. با احترام، با احترام، با احترام، با احترام، با احترام با همگان صحبت می‌کنیم.
اینطور است. راه نجات ما این است. باید با احترام با هم دیگر صحبت کنیم. چیزی از کسی کم نکنیم. و چیزی از خودمان هم کم نکنیم. خودمان ها را هم جز اون افراد قلمداد کنیم. گرامیان، نفی خود صوفیانه بود. امروزی نیست. خودتان را نفی نکنید. چیزی از خودتان کم نکنید. آنچه هستید را نمایش بدهید. بیان کنید. اما چیزی از طرف مقابلتان هم کم نکنید. و چیزی هم به او نیفزایید به دروغ. با احترام، با احترام، با احترام. امیدوارم احترام بیشتر گسترش یابد و ارزش های راستین گسترش یابند و این بی ارزشی ها هر روز کمتر شوند تا به جایی برسیم که اخلاق اجتماعی نیکی داشته باشیم و توانیم با احترام و با فضیلت زندگی کنیم. همه شما را تا درودی دیگر به درود میگم.